سلام، شنبه 24 فروردین 98، 13 اپریل 2019 میلادی. در شرایطی که موج جدیدی از بارش و سیل کشور رو فرا میگیره، در جنوب ایران بندرهای عباس در قشم و هرمز بندرهای مسافری تعطیل شدند و 5 استان این بار بارندگی از جنوب به سمت شمال میاد: سیستان و بلوچستان، کرمان، خراسان، هرمزگان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی با خطر سیلاب و سیل مواجه هستند. و در خوزستان هم تاکنون از 7 کشت و صنعت 5 کشت و صنعت به زیر آب رفتند. بیش از 30,000 هکتار از اراضی زیر کشت نیشکر به زیر آب رفته و کماکان خطر سیل بسیاری از مردم رو تهدید میکنه. مسئله ورود نیروهای 8 شعبی به خوزستان به صورت یک علامت سوال بزرگ. خبری که سفیر جمهوری اسلامی آقای مسجدی در عراق هم اون رو تایید کرده. عکس ها و فیلم هایی هم در شبکه های اجتماعی هست که نشون میده با پرچم 8 شعبی تعدادی در مناطق لرستان و خوزستان حضور دارن. اما گفته میشه که درست است که تعدادی از اعضای 8 شعبی به خصوص چهره های سرشناس از عراق اومدند، اما بدنه این نیروها اعرابی هستند که از مدتها پیش در خدمت نظام سرکوب هستند و ذیل دو تیپ انصار حزب الله و انصار المهدی که هر دو الان زیر نظر بیت رهبری هستند سازماندهی شدند. از لهجه های عربی اونها هم قابل تشخیصه که بسیاری از اونها عراقی نیستند و از لبنان و دیگر کشورهای عربی از مدت‌ها قبل به ایران آورده شدند. در جاده کرج در کنار همون مرکز امنیت تهران که درست شده اسکان داده شدند و در واقع ابزار بیت رهبری برای سرکوب مردم هستند وقتی که نتوانند روی نیروهای ایرانی حساب کنند. اما چرا این کار در این مقطع شده؟ به نظر 3 دلیل میرسه. دلیل اول این که میخوان با تبلیغات به مردم بگن که پول ایران اگر در عراق و نقاط دیگه خرج میشه، اونها هم در زمان سیل به کمک مردم ایران میآیند. اما دلیل دوم بحث سرکوبه که همونطور که گفته شد از مدت ها قبل از زمان جنبش سبز نیروهایی رو آموزش دادند، سازماندهی کردند که با اوج گرفتن اعتراضات مردم اگر نیروهای ایرانی به کشتن برادران و خواهران هموطنان ایرانیشون نپردازند، از نیروی مزدور بیگانه استفاده کنند. آوردن این نیروها به میدون در واقع به نوعی به رخ کشیدن به مردم و جا انداختن این که این نیروها در هنگام مقتضی در میدان به سرکوب مردم خواهند پرداخت. و البته یک دلیل سومی هم شاید بشود ذکر کرد و اون که برای بسیج سپاه، برای حتی به کارگیری سازمان بسیج، علارغم اینکه زمانی گفته میشد 11 میلیون به روایتی 2 میلیون نیروی ثبت شده داره و توانایی سازماندهی 400,000 نفر رو دارند، اما سری از آثار اونها در مناطق سیل زده نمیبینیم و گفته میشه ننگ زیر نام سپاه حرکت کردن در حدی است که حتی برای کمک به سیل زدگان هم نیروهای ثبت نام شده بسیج بسیاریشون حاضر نیستند که زیر نام سپاه اعزام بشن.
اگر این آخری درست باشه خبر مسرت بخشی است که نشون میده که در حرکت‌های آتی مردم هم سرکوب مردم به دست نیروهایی که توسط سپاه بخواد سازماندهی بشه بسیار دشوار خواهد بود و به این دلیل برنامه ریزی برای استفاده از نیروهای غیر ایرانی در دستور کارشون قرار داره. پلیس فتا اعلام کرده تا کنون 24 نفر رو در خوزستان بازداشت کرده به اتهام اخبار کذب پخش کردن که اکثرا هم این اخبار فیلم ها و گزارش هایی است در خصوص اینکه آب به سمت هورالهویزه نرفته و علی‌رغم ادعای مسئولین هورالهویزه کماکان خشکه. بعد از اعتراضات دیروز مردم در شهر اهواز هم تعدادی از شهروندان اهوازی بازداشت شدند که تاکنون هرانا اسامی 5 نفر اونها رو توانسته به دست بیاره. آقای مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا در خصوص برقراری پرواز مستقیم تهران کاراکاس توسط هواپیمایی ماهان که روزهای قبل در مورد اون صحبت کردیم عنوان کرده که تردیدی نیست که جمهوری اسلامی ایران در آمریکای لاتین دخالت میکنه، پولهای ایران در منطقه است و از حزب الله و گروه های تبهکار فراملیتی و از تلاش های تروریستی در سراسر منطقه آمریکای لاتین جمهوری اسلامی حمایت میکنه. از مدت ها قبل حزب الله لبنان در ونزوئلا واحدهای فعالی داره و آقای مادورو اخیراً دستور داده که این نیروهای شبه نظامی 1,000,000 نفر باید افزایش پیدا کنن، نیروهایی که حامی آقای مادورو هستن و در زمان آقای چاوز در سال 2008 با همکاری جمهوری اسلامی ایران درست شدن. نسخه شبیه حزب الله لبنان یا هشت شعبی عراق یا بسیج در ایران به کمک جمهوری اسلامی در ونزوئلا درست شده. این نیروها مستقیما تحت نظر آقای مادورو هستند ولی گفته میشه با هواپیمایی ماهان غیر از بحث سازماندهی نیروی شبه نظامی در ونزوئلا، فرستادن متخصصای ارتش سایبری سپاه و متخصصین سرکوب هم با توسط هواپیما انجام شده و اضافه بر اون بحث قاچاق مواد مخدر هم افزایش پیدا کرده به دلیل اینکه قرار است امسال درآمد سپاه از محل قاچاق مواد مخدر رو به 10 میلیارد دلار افزایش بده. به این ترتیب قابل پیش بینی است که تولیدات هروئین و سایر مواد مخدر صنعتی که سپاه در ایران تولید میکنه به کاراکاس بره و از اونجا به ارباب قاچاقچی مکزیک و سایر کشورها برسه و از اون طرف کوکائین به ایران بیارن تا از طریق حزب الله و شبکه های قاچاقش به اروپا برای توزیع بره. به هر حال اونهایی که از سپاه پشتیبانی کردند باید پاسخگوی این قاچاقچیگری و مشارکت در سرکوب مردم ونزوئلا هم باشن، موضوعی که قبلا در سوریه هم اتفاق افتاده. ساعت 2:30 بامداد امروز شنبه اسرائیل 3 حمله موشکی به سوریه کرد که گفته میشه 17 ایرانی در این حملات کشته شدند. عمده حمله به پایگاه نظامی در سیاف در حما در شمال دمشق بوده و ساختمانی مورد اصابت قرار گرفته که گفته میشه محل توسعه موشک‌های میان برد بوده. روزنامه کیهان در سرمقاله خودش نوشته که ما با بستن تنگه هرمز باید صادرات عربستان رو به صفر برسونیم. از نویسنده کیهان باید پرسید که بفرمایید چرا نمی کنید و چگونه می خواهید تنگه هرمز رو ببندید این گوی و این میدان. با امید پیروزی ایران و ایران.